ممنونیم از نگاه پرمهرتون، از استقبال بی‌نظیر و کامنت‌های دلگرم کنندتون. همین ابتدای برنامه لازم چند نکته را عرض کنم. نکته اول این که چیدمانه قدم اول از یک مسیر طولانی را برداشته. پس به حمایت‌های بیش از پیش شما برای بهتر دیده شدن قطعاً نیاز داره. نکته دوم، چیدمانه هیچ گونه الگوبرداری از برنامه‌های داخلی و خارجی نداره. پس با پیشنهادات شما در صفحه مجازی برنامه روز به روز به سمت بهتر شدن قدم برمی‌داریم. نکته سوم، قرعه کشی جوایز چیدمانه. ما در پایان وقت مقرر شده شرکت در مسابقه هر قسمت، یعنی 48 ساعت قبل از پخش قسمت جدید، به صورت نرم افزاری قرعه کشی می‌کنیم و شما در ابتدای قسمت جدید نحوه قرعه کشی و نتایج اون رو می‌بینید تا از صحت و سقم اون اطمینان حاصل کنید. این رو هم اضافه کنم که چیدمانه فقط یک شوی نمایشی در قالب مسابقه است که شما از دیدنش لذت ببرید. هرچند تلاش می‌کنیم تأثیر مثبتی در نگاه شما به چیدمان منزلتون هم داشته باشیم. چیدمانه یعنی تغییر، چیدمانه یعنی تنوع برای بهتر دیده شدن. پس بریم سراغ قرعه‌کشی چیدمان. اولین برنده بن تخفیف 20 میلیونی از قسمت سه رو دیدیم که چه اتفاقات و چالش هایی رو شرکت کننده هامون پژمان بازقی و سهر و اسدالدایی پشت سر گذاشتن. درسته لوکا دیا سیاه نبود، ولی پژمان بازقی واقعا خوش صدا و خوش سیماست و سهر و اسدالدایی استعداد شگرفی در جمله سازی داره و مرسی از لیلا اوسادی که اونجا منجی امتیازشون شد. داورهای محترم و شما بینندگان گرامی هم به شرکت کننده های عزیزمون امتیاز دهید که امتیاز کسب شده در برنامه 350 و میانگین جمع امتیازات ارسالی شما مخاطبین عزیزمون 677 شد که جمعاً میشه 1027 امتیاز. فعلا با پژمان و سهرا خداحافظی میکنیم تا ببینیم قسمت جدید چه کسانی با هم همتیمی میشن و این قسمت قراره چه اتفاقاتی. خانم ها آقایان، میزبان برنامه لیلا اوتادی. سلام، لیلا اوتادی هستم و اینجا چیدمان است. از شما عزیزان ممنونیم که انقدر برنامه رو دوست داشتید، خوب دنبال کردید، برای ما پیامک ارسال کردید، انتقاد کردید، پیشنهاد دادید که حتما برای ما سازنده خواهد بود و استفاده خواهیم کرد در طول برنامه از نظرات شما عزیزان. و پیشنهاد میکنم حتما در چالشی که مخصوص شما بیننده های توی خونه هست شرکت بفرمایید و برنده
یکی از دو واحد آپارتمانی ما باشید. به همین راحتی، فقط کافیه حدس بزنید مهمانهای عزیز برنامه بعدی ما چه کسانی هستن و اونو برای ما به سامانه 90989 پیامک بفرمایید. اگر موافقید بریم با هم ببینیم ترکیب مهمانهای امروز که تیم جدیدی هم هستن درست حدس زدید یا نه. بفرمایید. قرعه کشی قسمت چهارم چیدمانه، حدس شما چی بوده؟ کدام هنرمند در کنار کدام هنرمند رقابت خیلی خوشگلشون رو در چیدمانه چهارم تماشاگر خواهید بود؟ کیو انتخاب کردید؟ ببینیم کدام خانوم توسط رایانه انتخاب میشه. بله، خانوم سرنا امینی. اما در کنار کدام آقا بازیگر هنرمند انتخاب شما چی بوده؟ ببینیم حدستون درست بوده یا نه. آقای بله نیما شارخشاهی. نیما شارخشاهی در کنار خانم سرنا امینی دو شرکت کننده یه قسمت چهارم خواهند بود. مطمئنم که خیلی جذابه. ببینید و حدس قسمت پنجم یادتون نره. یک آپارتمان هدیه به شما با قرعه کشی. نیما شاهرخ شاهی، والا خیلی شخصیتشو و بازیشونو خیلی دوست دارم. پونگرم، خیلی خوبن. الان اتفاقا داشتیم با هم صحبت میکردیم، خیلی خوشحال شدم از اینکه باهاشون همگروهی هستم. خانم سرنا امینی به نظرم خیلی موفقن، نتیجه سالها زحماتشونو دارن میبرن در حال حاضر، بسیار بزرگوارن نسبت به جایگاهش و امیدوارم سالهای سال بدرخشن. بگم تلاش بوده اینا، خب همه قطعا بوده و نمیخوام جمله‌های کلیشه بگم، ولی واقعا خیلی سختی کشیدم تا به اینجا رسید. ولی من توی سال سکرم کار کنم، خیلی تجربه کسب کنم. به هر صورت کارنامه کارمون، کار خوب بریم، کار ضعیف بریم، ولی سکرم تجربه اضافه کنم به کارام و تمام تجربیات رو بیارم در مسیری که الان اومدم سمت کارگردانی. در حقیقت امیدوارم بتونم موفق باشم و امیدوارم این صاحب تجربیاتمون بتونم این پای یک مقداری خاص تر بسازیم. سلام، خیلی خوش آمدین. مرسی، ممنون. خیلی خوش آمدین آقای شارخ شایی، خانم امینی. مرسی، ممنون. متشکرم از شما. امیدوارم که یک برنامه فوق‌العاده هیجان‌انگیز در خدمت شما باشه. حتما همینطور خواهد بود با حضور شما. بفرمایید. مرسی، خیلی خوشحال شدم دیدمتون و امیدوارم که مسابقه خوبی بشه. حتما همینطور خواهد بود. چالش‌های ما خیلی عجیبه، خیلی جدیده، جایی ندیدید. آماده باشید امتیازات خوبی کسب بکنید. در بعد به ورود ما 500 امتیاز هدیه میدیم از طرف چیدمان خدمتتون که در طول بازی میتونید ازش استفاده بکنید یا نگه دارید برای جایزه اصلی و نهایی ما. اگر آماده هستید بریم وله آشنایی با داور رو ببینیم. برمیگرد صمد سلیمانزاده، یکی از سازندگان قدر پروژه‌های ساختمونی که برخلاف ظاهر سختگیرش خیلی با شرکت کننده ها مهربونه. فقط وقتی که از انتخابای شرکت کننده ها خوشش نیاد امتیاز گرفتن ازش میتونه خیلی سخت باشه. سروناز شریفی، مهندس معمار با تجربه که توی کارش خیلی جدیه. شرکت کننده ها باید حواسشون جمع باشه که بتونن با انتخاباشون نظر خانم مهندس رو جلب کنن. ایمان خدابخش، یکی از کارشناسان موفق فروش املاک که با وجود نگاه تیزبینش تو امتیاز دادن به شرکت کننده ها خیلی دست و دل بازه. با داوری عزیز آشنا شدیم، بریم سلام علیکی داشته باشیم و برگردیم. به به، نیما شارخشاهی عزیز، عینکی تو آوردی. خانم امینی، خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم. ان شاءالله یه اتفاق خوب بیفته تو این برنامه. خیلی چاکرم. سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید. سلام. سلام و درود. آماده هستید؟ خلاقیت‌ها رو بذارید دم دست، بریم شروع کنیم. بفرمایید. چالش بافتنی. این بار شرکت کننده هامون باید با کلمات داستان ببافن. توی این چالش 500 امتیازی مجری برنامه یک کلمه رو اعلام میکنه.
و مهمونای برنامه با توجه به معنی اون کلمه داستانی رو شروع میکنن و تا شنیدن کلمه دوم اون رو ادامه میدن. با ورود کلمه دوم داستان رو به سمت و سوی کلمه جدید میبرن و همینطور ادامه میدن تا کلمات به پایان برسه و داستانشون رو به سرانجام برسونه. سه تا جعبه میاد، انتخاب بفرمایید. 1، 2، 3. شما فرمایید. شماره 1. اولیشون میگن که ما خود را بیافتیم. 6 تا کلمه خدمتتون میگم. 300 امتیاز داره. حواسو رو جمع بفرمایید، بافتنی کنید، حرف بزنید راجبش تا کلمه بعدی رو اعلام کنم. اوکی اوکی، بریم خانوم. بله. شما آخر. یه بنده خدای خونه جدید گرفته بود، بعد تابلو شام آخر رو زد به دیوار، دید کجه، زنش گیر میداد. مادر زن. یهو مادر زنش اومد گفت این چه وضعیه، این چه تابلویه، عکس من و بابا رو بزنیم به دیوار. استانداردهای جهانی. گفت اصلا استانداردهای جهانی اینجا رعایت نشده، بعد دارین همه چی رو ریخت بیرون. خلاصه طراحی داخلی. گفت من اصلا یه عمر طراح داخلی ام، اصلا چه وضعیه، بیاین منو بیارین. قاجار. کاملا بی ربطه میدونم، ولی روی قاجاری انداخ، روی همه جا، روی تلویزیون، روی میز. آه، مدلی طراحی کرده. گفتش که قاجاری طراحی کنین همه جا رو. ملودی آخرش هم یه ملودی 6 و 8 گذاشت، همه با هم دیگه اومدن رسم. آقا آماده این؟ بریم. 3، 2، 1. انگشت نما. امیدوارم تو زندگیت انگشت نما نشی. اصولا سلبریتی ها کسی که بیشتر دیده میشن احتمال انگشت نما شدنشون بسیار. فوتبالیست ها و مخصوصا فوتبالیست ها. فوتبالیست ها این احتمال که انگشت نما شن بسیار زیاده. واسه هم در زندگی شما خیلی سعی کنن. من یادم میاد تو کره شمالی که ما بودیم، یه سری دوستان همین فوتبالیستایی که باهاش هم معاشرت میکردیم انگشت نما شده بودیم همه، واسه اینو نمیتونستیم جمع کنیم، مخصوصا در اون کشور که وحشتناک، کشور گیر رژیم غذایی. و اتفاقا چند تا از دوستانمون مثل خود من چند وقت تو رژیم غذایی رو اونجا رعایت نکرده بودیم. تمام سعیمون این بود که بتونیم رژیم رو رعایت کنیم که کمتر انگشت نما بشیم. با توجه به یک چیزی که وجود داره که شما وقتی شاعرانه بتونی رژیم غذایی بگیری، این درصد سوخت کالریتون بیشتر خواهد. خساست. اینکه خساست بدترین چیز تو مرد هست به نظر من. شما چاق باش، رژیم لاغری تام، شاعرانه بگیر، ولی خسیس نباش. آفرین، خوب بود. آفرین، آفرین، خوب بود، من دوست داشتم. بریم با هم ببینیم امتیازاتشون رو. خیلی خوب آقای سلیمان زاده، یه دفعه هم بالاخره به خاطر اینا یه امتیازی بده. من خرید کنم باش این دفعه رو، باش کمک کن یه مقدار دست و دل بازانه. خیلی خوب، 500 امتیاز برای این مرحله برای آقای شاهرخ شاهی و خانم امین. با هم دیدیم چالش بافتنی رو بچه ها بی نظیر انجام دادن، نمره کامل رو گرفتید، امتیاز 500 امتیاز رو دارید الان. اگر موافقید بریم خریدای اولیه انجام بشه برای اینکه چیدمانتون رو بچه ها شروع بکنن. رنگ پارکت، کابینت و کاغذ دیواری. بفرمایید. بریم برای انتخاب رنگ پارکت. سی. بچه ها باید جعبه های رنگ پارکت می اومد. کنم اشتباه شده نیم مخلص خانم آتادی بابا چه خبرین؟ چاکری با با برای بچه فیلم برداری اسم کنی من بر بپر پای فرمون بده. رفقا آماده؟ ببین تو رو خدا به روی عباس جکسون حفظ کنید. سلاممو جواب بدی نذاری سرمو کلا نمندی بله رو بگی تو هر دلی مرمونه میشم من برات میمیرم من برات میمیرم اگه بپری تو ماشینم بذاری پیشت من بشینم بیچی از این تو من نشینم مرمونه
باشم من برات میمیرم من برات میمیرم اگه در دل با کنی شما بوریدی که امضا کنی شما ما رو تو دلت جا کنی شما قربونت میشم من برات میمیرم من برات میمیرم اگه باشی مثل کفترام بخبخو کنی هر روزی برام از خم و خود سمندرام قربونت میشم من برات میمیرم من برات میمیرم اگه بخندی با اون از خود کاری میرم بالا میچینم برای ستاره ما برای جای بابم ما اگه بله رو بدی خالا میارم یه حلقه یه تلا زلانت رو دند اقل با آن تلا قربونت میشم من برات میمیرم من برات میمیرم شما تقدیم حضورتون شد بچه ما اجازه بدید معرفی کنم پرویز چنگیز ابی داریوش ماشینم سالار اون عقب تو بخار مخارا عقیلم هست سالار عقیب این فنچولم محمده محمد صندوقی خود منم نوکرتون عباس جکسون شکرت بایزه مخلص همه صدا برداران نور بردارا همه برای چه بحث شکه به 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 مخلص آقای شاهرخ استخری شاهرخ شاهی هم شاهرخ شاهی نه نیما شاهرخ شاهی نیما شاهرخ شاهی بابا یادمه پارک بین داره زنگی بابا گل کاشی پسر دمت او خانوم امینی اینجا سرن گومز شخصیت های متعددی اصغر داره کف دعاش منه شما عباس آقایی؟ بله بله لونگت رو ده من؟ بفرمایی من اصغرشونم خیلی نقش دزدی چرا نقشای منو می‌دزدی؟ چی؟ اینی که گفتم دمی شما گرم باشه خوبی لیلی خانم؟ خیلی مخلصی نشناختی؟ باید بشناسم ده ها ما برید نشناختی؟ معمول راننده بابا دیر می‌خواستی بری سر فیلم ورداری عجله داشتین گفتی منو برسون منم شوماخری رفتم یادت نه نه یادم نه ما تازه گفتی منو می‌بینی سر کار من روزی 60 آدم می‌بینم خیلی‌هاشون هم می‌خوام بازیگرشن چرا باید تو یکی یادم بمونه حالا من 61مش بابا خودت قول دادی من اصلا یادت نمیاد ببین یک خورده یادش نمیاد دیگه چه اسمی یاد آدم میمونه خانم آره آفرین اگه دیده بودم یادم نه یخت من تام ماشینت چه برو برو ببین خانم این ماشین اسم داره اسمش هم سالاره یه ماشین تودلیه رودلیه قناریه جاده جربده که همچین بل بزنه تو دکور اشوه کرشمه بیاد بالا پایین بکنه سو بالا بزنه تو چشم و چال دوربین که آب لب لوچه مخاطب بیاد یه دل نه صد دل عاشقش بشه من اینجا با سالار برنامه رو میخواییم نونوار کنیم اینو گفتم براشون اجرا کردم قشنگ نبود دوباره یادم بود آفن برو برو بذار برنامه رو اجرا کن ای بابا حالا نمیپرسی من اینجا چی میخوام چی کار دارم چی میخوای چی کار دارم سوال خیلی قشنگی بود جون آقای شاهرخ‌شاهی جون خانم امینی من کل تهران رو وجب به وجبش رو گشتم برای اینکه شما رو پیدا کنم بگو چرا آفن سوال خوبی اون روزی که سوار ماشین من شده بود خیلی عجله داشت تا رسوندمش گفت شماره کارت شماره کارت تقدیم کردم تلپ پولو زد راه افتادم زرت نگاه کردم دیدم یا علی 50 تومن اضافه تر زده مال حلال خور اصلا تو کتمون نرم گفتم باز پیداش بکنم حسن نیت و اینا رو نشونتون بدم ما هم تو ملام لوتیگری و مشتیگری باز می اومدیم که اومدیم مطمئنین دقیقاً به خاطر همین موضوع بوده که اومدیم باور کن اصلا 50 تومن حلال آقا برو خدا برو بزن نه 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 اصلا اینجوری که نمیشه من نگاهتون فهمیدم ناراضی این بزن بشمرم آقا حلال کردم دیگه برو باشه حالا بخون 49500 تومنم 500 چون حالا بخون من میرم متوجه بخشی وسط برنامه تو نبود
لنه خانم ما این همه را کس کردیم با این برای بچه تیم پوزن و اینا همان کردیم، گفتیم یه عکس با ما بگیرین زایمون نکن بچسبونیم کلاس بزنیم جلو بچه ها اینا. برو تو که دنبال این چیزا نیومدی، من تو رو میشناسم، برو در ماشین نچسبونی یه وقت اون عکس. آره خب شما هم بگین دیگه خوبی هم داره جلو ممنون اینا. حالا چرا عباس جکسون؟ عباس جکسون بیا برای بیام بچه ها ببخش من یه دقیقه برم یه عکس بگیرم ببینیم میرم بعدش یا نه. من رفتم عکس بگیرم. خیلی مخلصی، خوشحال شدم. خیلی چاکرین. اول فرزیس لیس همون بچه بکش کنار، بکش کنار، بوستتون میکنم بخیه بخورید، بکش کنار، خانم داره میاد. احترام 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 تعظیم. بفرمایید بفرمایید اون وای بفرم درو درو باز کن درو درو بکش کنار. یا یا خدا من چه ریدیب شد. خیلی مخلصیم لیلی خانم، واقعا نونوار کردیم، باورم نمیشه شما اولین خانمی از اینجا نشسته. حالا دروغ نگم اولین لیلایی، ولی واقعا جدی میگم. نه که من کانون توجه هم چشم و نظر خیلی دنبالمه، اینه که گفتم بیاین اینجا که چشم و نظر نگیره خدا وکیلی. راستیتش من اصلا باورم نمیشه، فکر کنی من و شما تو جاده شمال با سال خفش ببخشید، من و شما با این سالار تو جاده شمال، وای فکر کن شنوال سیسی کافشن خلبانی توتانه و سه پونست تا این مرمقه بودن، یازمه زین لاسیک و دوسفی کمک آقا بونده بلنگو خربازی تو سقف و دم دیبا و عقب هم واسه چون میزنم مادر دوست دارم. شدی به حله حله اکسو نمیگیری بری؟ نه یا خدا گفت همه کاش به جایی من صندوقی ننم آورده بودن. حال که حاله، بله من نوکرت همه، بریم عکس رو با برای مچ بگیریم بریم. خیلی چون چونم لیلی خانم جو باشی ماشین که ماشین عکس بکنم بگیریم باشی درست باشی دیگه این داره میاد ابزا من در با چجور پاییز میاد از رب چجور میشه زنستون چجور عاشق میشه آدم. عجب عکسی هم شد، نه خاطرات دهش هستمون زنده شد. آره خیلی خوب. ولی ما هر دفعه این بساطو داریم دیگه، باید تحمل کنیم هر قسمت این داستان هست. هر قسمت نمیدونم دیگه چی کارش کنم. آره کارش نمیتونیم بکنیم دیگه، میاد کلی خندیدیم. اگر موافقید بریم برای انتخاب رنگ پارکت و کاغذ دیواری. حتما شماره 1، 2 و 3 کالیته رنگی در 3 رنگ کاغذ دیواری و 1 رنگ پارکت میتونید انتخاب بفرمایید. من فکر میکنم اولیه قشنگ تر نیست. بسیار موافقم. اولی سریع هم انتخاب کنید. شماره 1 شماره 1 رو انتخاب کردن. کابینه در 2 طرح با جزیره و بدون جزیره میتونید انتخاب بفرمایید. جزیره داشته باشه دیگه اون وقت میزنارخوری و این داستان ها رو نمیخوان. نه پس میزنارخوری داشته باشه. میخوان میزنارخوری رو. بله شماره 1 رو انتخاب کردن. موفق. بله بریم مرحله بعد. بریم سراغ چالش وی آر یا واقعیت مجازیمون. آماده هستید؟ بازی کردید؟ بله بله. صحبت هم بیشتر با خانومه، بیشتر آقایون هست و ممکنه، ولی چون برای شما چالش ترانه داریم این دیگه چالش خانم هاست. اجازه بدید خانم ها اینجا خودی نشون بدن جناب. خانم باید از بیونه این سطح جعبه یکی انتخاب بکنید ببینید ویارتون از کدوم نوعش هست و بعد بریم برای چالش ویار. بفرمایید شماره 1، 2 و یا 3. حواستون رو جمع کنید، 300 امتیاز داره. چی بگم؟ بگو دیگه، یک که نمیگی دیگه. شانسیه دیگه. 3. شماره 3 رو انتخاب کردن. نه سخت نیست ولی ترسناک میتونم بگم. موتورسیکلت. چالش وی آر یا واقعیت مجازی. توی این چالش 300 امتیازی مهمونه ی برنامه بر اساس انتخاب شانسی جعبه های بازی با زدن اینک سه‌بعدی به چشمشون وارد بازی میشه و باید به تناسب هر بازی امتیازات لازم رو کسب کنن و بازی رو به پایان برسونن. توی این بخش شانس توی سختی یا سادگی و همچنین هیجان و ترس بازی تأثیر مستقیم داره. خوبه. نه نه 300 امتیاز داره.
آقا من هدایتشون کنم. تو راه اصلی سعی کنید بمونید. بله بله بیاین تو راه اصلی. من آره راه اصلی اونجاست که آقا من نمی درسته درست داری میری. آفرین برو برو. نه ببینید شما الان برین تو راهی که خیلی سخته خیلی سخته. پیچ دیگه اینجوری بره لاستیکا تاجی. خب بریم. چرا دوباره میره؟ تقریبا شما از موتور سواری هیچ چیز نمیدید. من هیچ چی بلد نیستم. خوبه برو برو تمرکز کن. آها خوبه. ها بس بده چه بکن یه خرسی هم از خودت دنبال کنم. آره عالی آره 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 برو برو همینم عالی عالی رفتی قاطی با قالی. نه راست نه درست نه واقعا یه خوده تمرکز رو زیاد کن. بایستا بایستا خولم نکن. برو اصلا نمیذاره من گاز بدم این خودش میره. فرودتون یه مقداری. آها 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 بح 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 خیابون گاندی اون پایینش میباییم دلمون میریخ احساس این کنار دیم هم همون دیونش. برو آلی 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 واه سرم میشیدم. خب دیگه اصلا حالش بد شد. آخرش خوب رفت. وسطش هم خوب رفتی اولش رو. من نمیخوام اینجا جانبداری کنم ولی خدایش خوب بود. متشکرم. آفرین. این دومین باریه که ما موتور ویار رو داریم تو برنامه. البته خانم مؤمن هم خیلی خوب رفتن. ایشون هم خیلی خوبه. ولی موتوری داره برای خانم‌ها سخته چون واقعا ما هیچ چیزی پیش زمینه ای نداریم ازش. سرگیجه. آره. آره خیلی. آره. خسته نباش. بریم با اینکه بازم آقا صمد امتیاز پایین‌تر رو دادن ولی مجموع امتیازات با جمع‌بندی بندش میشه 250 از 300 امتیاز. مبارکشون باشه و امیدوارم که بتونن خرید خوبی بکنن. بریم ببینیم چه خبره اونجا. امروز خودتو حسابی خسته کردی ها. دون امیری به موتون قسم انقدر امروز صحنه رو به آتیش کشیدن اینا داشت علی قربون دستتا میدونه دیگه نا و پا و هیچی برامون نمون. ولی خب خدا رو شکر مسفر سمر بود. مگه چی شد؟ نگام کرد گفت خیلی خوب حالا حله. گفتم قربون حله گفتنه. نه بابا باورت نمیشه تمام حل نشده های زندگیم حل شد. این دوست عزیزی که داره ماساژت میده فیلم برداره بونه. چرا آوردیش ماساژ بده پس؟ نظر لطفشه ها. یعنی به زور نیست. نه دلی دارن این کارا رو میکنن. اصلا مدیون منید فکر بکنیم من مثلا تعدید کردم خودشو خشم میندازم رو چش تو چالش. نه اصلا من صادقیم با بچه ها. خب چون مرامی عشق میکنم ماساژ بدن. نه علی آقا درسته میگم؟ به نظرم برو بذاریم بچه هم استراحت کنه. کی استراحت کنه؟ تو دوست داری استراحت کنی؟ خسته شدی؟ نه که شدی بگو تو رو خدا. نمیخوام اصلا نمیخوام اجبار بکنم و. بیا میبینی بچه ها ردیف. اگه امری نیست من افاقی برم. راحت باش. زد زیاد شاکتم. چاله میریم برای انتخاب پنجره و پرده های خونه. با امتیازی که از وی آر به دست آوردید خانم میتونید انتخاب بفرمایید و از ذخیرتون هم میتونید استفاده بکنید. ولی من جای شما بودم نگه داشتم برای جایزه نهایی. آقا شارخشایی بایستا ببین این بزرگتره. خب نور بیشتر میاد ازش بیرون. بعد دو حالت هم هست. من فکر میکنم اینو انتخاب کنی. ببین نه حالت دومش. حالت دومش رو نشون دادم دیگه. بیا آه ایسا خانم شما درست میفرمایید ولی به نظرم سلت بهتره. علتش اینه که نها کنید باز میشه راحتر تمیز میشه. در ضمن اون چیزی که شما فرمودین حالت دومم داره. رنگش دیگه والا همه انتخابا با ایشون شد دیگه. حالا آقا رنگش رو دیگه شما بفهمید. من اعلام میکنم با توجه به چیزایی که انتخاب کردین قطعا سفید مشکی یا قهوه‌ای. تیره دیگه مشکی یا قهوه‌ای. موافقم.
قهوه‌ای. تموم شد. سلیقه‌شون قهوه‌ای. قهوه‌ای رو انتخاب کردن و دولت. بریم ببینیم. بفرمایید. بفرمایید. اگر آماده هستید بریم برای انتخاب پرده ها. بله. بفرمایید. شماره 1، 2 و 3. نفعی کنه میکنم. در سه رنگ و سه طرح مختلف. آره. من باشه میگم 1. نه دیگه این نه با حالا جدی فیلم کنم سه بیشتر بخوره. بذاره فکر کنید. خراب کردم خانم. نه به اون کاغذ دیواریه فکر میکنم سه بیشتر رو. مدل 1 شاید ولی به نظرم سه رنگش متناسب تر. درست میفرمایید. دیگه رو حرف شما نمیشه. نه من فقط کمک ریز کردم. شماره 3 رو انتخاب کردن. بریم مرحله بعدی. بفرمایید. مولش چه کوتاست. آره. خوبه. مخلص. سلام. خوبه. آقا یه لحظه بذاری ما استراحت کنیم. این محله؟ چیه این؟ قراره مگه اتفاق خاصی بیفته؟ نه. به امیاد سرانه خانوم. عالی. یه سلفی بگیرم. نه همه چی از یه عروسک ساده شروع شد. چند وقتی دارم کابوسای عجیب میبینم از بچگیم، از زمانی که دختر بچه بودم. اون موقع ها یادم ساعت 3 هر شب یه صداهایی میشنیدم، انگار یه چیزی سر جاش نبود. اما این چند شبه هر شب کابوسا دارن سراغم. از طریق این آیتم من اون خونه رو، کابوسامو، برای اون شبیه سازی کردم. مجبور شدم شما رو بیارم اینجا تا دلیل کابوسای هر شب من رو پیدا کنید. کاری کنید از این مخمصه که توش گیر افتادم راحت بشم. به مخمصه یه چیدمانه خوش اومدید. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا چرا قراشن کنید؟ چرا قراشن کنید؟ خدا تو رو خدا نگاه کنید. من یا برفر نه من چشمامو میگیرم هر موقع چیزی شد به من میگید. آقا من میترسم. موهای دستم سیخ شد. یک یک حالا من چیکار کنیم؟ خب الان چیکار کنیم؟ ما به سمت نور. چالش اول، تنظیم زمان بر روی ساعت 3 و دسترسی به کلید کتابخانه و کشف تکه اول پازل. خب اون دختر کوچولو رو بگین رد نشه. خب میدونستم حدسشو میزنم. خب وای بسم الله نره تو اون اتاق دختره. یا بلفاس یا تو رو خدا. ساعت 3 هر شب. ساعت. بابا آدم میترس اینجا. من فقط از اون دختره میترسم. اون دختره خیلی ترسناک بود خدا وکیلی. ساعت 3. تو ساعت چیه؟ نه ببین داره تکون میخوره. 3. یا به چی باشو؟ کلیده. خب پس دوستای عزیز بازی رو شروع کردیم. آنجا یه دقیقه شد دیگه. تو گفتی میترسی ضربه میزنی؟ من میزنم. من اگه کسی منو به ترسونه من می... بیا بفرمید. بفرمید. شما چالش دوم، کشف رمز صندوق کتابخانه بر اساس چیدمان کتاب‌ها برای به دست آوردن تکه دوم پازل. من میترسم این در رو ببندم بعد باز کنیم پشت سرش اون باشه. اوه خیلی خیت میشه. اعداد داری. 1 2 3 4 5
وای باورم نمیشه. خب بابا بیا بریم بیرون دیگه. آره بریم دیگه. خب من میگم اون بیا جلوی من. یه قفله. خب یک تا چی؟ یک تا یک دو سه نه داره و عدد صفر. ببین یکی اجازه بده سرنا جان. یکی دو تا اگه با این فرمول بیاد چهار. تو هوای دهتر داشته باشه. این روشن نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. از این پشت کسی نیاد. این چی میگه؟ من میترسم از این پشت یکی بیاد. خدا بیا باشد باشد بیا. آقا شاهرخ شاهی ببین چه جوری در رو باک باک دوره. چیزیه توش؟ خب بیا. چیه؟ این چیه؟ آخه اونجام هست ببین. آها ببین. ما باید اینو بچینیم چقدر خفن. خب نیما جان من تا اینجای برنامه پارتنرت بودم اما دیگه نیستم. وای من میزنم ها. من با این میزنم. ببین تو خطرناکی داری. آره من میزنم. وای بابا نکن دیگه. من میترسم. من بذار برم جایی که نور گفتن دیگه. بیاین سمت نور. چالش سوم، به دست آوردن رمز تلویزیون از طریق آینه و قرار دادن جا شمعی‌ها بر روی میز و به دست آوردن تکه سوم پازل و کتابچه راهنما. چی میگفت؟ اون میگفت یا ودود و ودود. ببین اپا کنه فکر. یا خودم رو میزنم. بچه من سابقه قش دارم. بابا ای بابا وای مای گاد چی بود اون تو؟ وای بیا عدد در اومد. بیا چی در اومد؟ چی در اومد؟ تو آینه آخه چیزی باید بیاد؟ چقدر شما خفنین بابا. تی وی ال 5 10 ال 5 مثلا 5. ال چیه؟ ال آه ال اینجا ال 5. وای وای لعنت بهت نکن. لعنت بهت. ای خدا عکس اونو نگاه کن. بسم الله الرحمن الرحیم. وای بسم الله الرحمن الرحیم. تو همون عکسه یه چیزی همونو برداریم بابا. از اون سقف کجا؟ تو همین عکسه رو برداریم. تو رو خدا برقو خاموش نکن لطفا. ببین پس کلم داره کش میاد. بچه ها من واقعا حالم بده. وای من از استرس حالم بده. آخه میدونی هر لحظه هم احساس کنی چیز میاد رو سرت. آره ببین دوتا جای نها کن. دوتا جای شمه. خب بعد آها اینجا همه اینشون اینجاست. میگم که همین میزه. یعنی باید خب ببین دوتا شم اینجا نیست. باید بذاریم سر جاش. بسم الله الرحمن الرحیم. آها بیادی اونها. خب من میترسم برد. باش یعنی چی؟ من همجور بزنم. نکن آقا نکن. نکن. میزنم اتو واقعا میترسم. بچه ها من غلط کردم. میزنم اتو. خیلی جدی دارم میگم میزنم. وای بچه من غلط کردم. وای وای اوف. من یه جایی میزنم ها. من رزمی هم کار کردم میزنم. یعنی وای دیگه نکنین تو خدا. زیر میز چیه بابا؟ ول کن ای خدا. ببین یه عکسه.
من فقط کابوسای بچگی تو رو لا اله الا الله. آها آخه نمیزه. آها یکی دیگهش پیدا شد. آها بیا اینای دیگر اینجا گذاشتم، فکر کنم باید بریم حتما. بابا تو دستت پرت مرت میکنی. وای نه 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 پرت میکنم، فقط میشینم. خب اینو بیا بچینیم اینو اول دفتر بسا. اوف بسم الله اینا چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بابا بی خیال بی خیال. چالش چهارم، پیدا کردن تکه آخر پازل از داخل کابینت ها و تکمیل و جانمایی تکه پازل ها برای اجازه ورود به طبقه بالا. به خدا بی خیال، نظرت چیه برای یه دمی گوجه درست کنم؟ بیا اینجا بیا اینجا. کلا فضا رو چیز کنیم، اصلا عوض کنیم. بسیار یه دمی گوجه درست کنم، یه دمی گوجه درست کنم. به خدا دست گفتم. ببین اینو بذاریم، بیا بذاریم. آره دیگه بیا بذاریم. بذار ببینم چیزه نیست. کابینت ها رو بگردید. خب ببینید کابینت ها یه دونه کم فکر بسا حس میکنم. من نمیام اینو باز کنم بابا، بدش. ببین تو بیا اینو چیز کنم میگم. ببین اون یک باز شد شما دیگه. شما ببین تو اینو میتونی بچینی بابا، انگار اصلا اینو بشین مواد منفجر داش. چیه؟ اوی نکن وای. آه اینجاست، پیدا شد؟ آره بابا، ای بابا شیر وا شد. من باورم نمیشه، خیلی دوستانه بود برنامه ها. مثلا اومدی خیلی شیک نور اومد، گفتیم واو چقدر شیکه همه چی چی چی، گفتیم چقدر همه چی شیکه بابا چه خفه، گفتیم چه برنامه ای اومده، چقدر چقدر لوس مثلا میریم جلو همه چی مرتب دست میزنیم. ای بای 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 بابا، ای بابا ای بابا. من نمیرم این بالا، مگه من نرو نیمو بلش کن. ببین دیگه چاره ای نداری تو، بگه نه آدم آدم میاد و کاور کن. ببین ولی واقعا ممکنه بیافتم چیزی خاصی بشه. من واقعا میترسم تو خدا ما رو از هم جدا نکنید، من همینجوریش هم دارم قش میکنم. با این بالا خیلی ترسناکه، خیلی ترسناکه، خیلی. آقا من واقعا نمیتونم استراف بدم، ترسم. گریان خاطراتم بالاست بابا، یه چیز دادن دست ما. بیا بیا خواست کاشی من میرفتم. نه بابا خب نترسونین بایستین. خب آقا این چیه؟ نشستم فکر میکنم به شب. چالش پنجم، به دست آوردن شعر و حل معمای مجسمه ها برای باز شدن درب یخچال. نشستم فکر میکنم اگه اتفاقی نیفته بذارید فکر کنیم به شرقی ترین چشمان عالم و حجمه سکوتت خلاف این ماجراست. نشستم فکر میکنم نه فکر میکنم این فکر میکنه کجاش فکر آه چرا به شرقی ترین چشمان عالم. شرق میشه راست در شرق میشه آفرین شرق میشه شرق نشستم فکر میکنم. وای نکن دیگه. وای بیا اینجا رو نگاه.
همینه دیگه. اینه آره. اینه خب باشه بین باشا بیا برو برو داخل. نه همینه ولش کن ولش کن. درسته دیگه آره خوب. بیا جلو برو جلو. خب سیاه خب بسه یکی دیگه برم سفید میشه نها کن. آها آره سفید برو سمت راستت برو سمت راستت خب یه دونه دیگه برو سمت راستت خب نه نه یه دونه رو خونه مشکی باید. آها آره همونه همونه همونه. بگرد قشنگ بگرد ببین چیه. چالش ششم، میهمانان با همکاری و استفاده از کتابچه راهنما معمای اتاق شطرنج را حل کرده و از هم جدا می شوند و در ادامه برای پیدا کردن عروسک و راه خروج با هم همکاری کرده و معماهای باقی مانده را حل می کنند. اوف، کوفت، اه؟ نه گربه خوبه، ببین، آه دستم پیدا کردی؟ نمیدونم باید چیکار کنم. وای! وای چی شد؟ سرنا گوش کن رو قاب عکس دستم درد میکنه بودو. رو کدوم قاب عکس؟ رو تو کتاب خونه قاب عکس یه عدده عدده بخون بیا. وای تو خدا این کار رو با من نکنین دیگه. خاموش نکنید لطفا. وای مرسی آه. مرسی واقعا چون من واقعا دارم سکته میکنم. یه عدده بسم الله ورزشی ورزشی بسم الله. آی وای 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 نه 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 نگاه نمی کنم نگاه نمی کنم اوف اوف خدا لعنتتون کنه بابا بیخ. یا اول فست یا قمر بنی هاشم یا اول فست خب امن و امان بسم الله کسی اونجونم باشه. 20-19 چند؟ 20-19 20-19؟ آره نکنه الان نیما رو میخواین گیریم کنین بیا بفرستیم بالا واسه من. بیا باشد شش. چی شد؟ ببین وایسا زده دکمه ای ریموت رو بزنید. خب اوف بسیلا مرد به هم تیمیت بگو بره طبقه بالا. نه بابا نه آقا آقا دستم درد میکنه برو نیما کاش منو مینداختین اون تو. برم طبقه بالا چیکار کنم؟ قاب عکسی که روشنه حروفشو بخونه و حفظ کنه و برگرده. یه قاب عکس روشنه حروفشو بخونه و بیا. خدایا آقا من سرنا امینی نیستم. بیاییم. اصلا کل فالوورام فیکه همین که هست تموم. من اگه با گریم اسق بسم الله اگه با گریم اسقر میومدم نمیترسم. این قابعت دختر عزیزم ای بابا خوشگلم واو یه شونه برای خودت پیدا کن ماتو شونه بزن. اوکی لیون شیر تموم نیا خدافظ ممنون نیما بگو نیما لیون وای خدا لعنتت کنه فوف فوف وای خدا وای ای خدا نیما بیا بیرون بابا ای نکن برو اون طرف رمزو زدی؟
آره وا شد. ببینید داداش، اگه با گیریم اصغر بیام همه تونو تی داداش میذارم نفله میکنم. آه بیا. چی؟ کلید رو سرک. یه روزی آقای بسم الله الرحمن الرحیم بازه بیا با چی شدی؟ اه 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 چیه این دادیم به دست من ویبره نره یه ها؟ نه این در رو میبندم که احتمال حضور روح کمتر شد. ای بابا به نظرم حسابی ترسیدن و یکی از خونه فرارای جالبی بود که تا امروز اجرا شد. بریم مرحله بعد. چهارده پنجانو مبلیران آقا دمتون گرم. من دیدم 206 سکار میگم. بله بله به 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 خوشی دستتون به به گل بود به سبزه نیز آراسته شد. این سکه و ماشینا رو که می‌بینید دوستان قیمتش هم بالاست. فکر می‌کنه واسه کیه؟ واسه شماست. واسه شما که تو کمپین تخفیف مبلیران در طول برنامه چیدمان شرکت کردید. حالا اینا رو که بذارید کنار، یعنی بار بندیل چیدمان رو که جمع بکنن، میرین تو قرعه کشی مبلیران و ان شاءالله برنده میشید. اینو بذارید کنار، خود برنامه چیدمانه یه مسابقه داره که شما اگه تو اون مسابقه شرکت بکنید و ان شاءالله برنده بشید، به 3 نفر، دقت بکنید هر برنامه به 3 نفر کد تخفیفی 20 میلیون تومانی میدن. برید خرید بکنید، دوباره هم مبلیران حال شو ببرید. یعنی اصلا دیگه نمیدونم چی بگم من خودم. الو گوشی دستتونه؟ آقا اون سرویس خواب و مبلا رو بفرستین دیگه. آره آره همونه. اجازه بدید من نیام دیگه. چرا؟ الان باز از تو اون کابینت های چیزی میزنه میگه چیزی میخواد خانم نه ترسید اینجا دیگه خبر. تلویزیون رو میخواین؟ بفهمید غرفه بعدی نور بفهمید. ببین 100 اینچ همه پولام رو خرج کردیم. 100 اینچ اینجا خیلی خوشگله. خب من نورو خیلی دوست دارم، نور پردازی و کلا. آره خیلی خوشگله، خیلی داستانه خونه رو عوض میکنه. به نظر من این چیزه مولکولیه. نه چه مولکوله؟ مولکوله قشنگ. واسطش یکی واسه اتاق خواب میشه، یکی واسه آشپزخونه، اونم واسه کنار پذیرایی. نه؟ موافقم. پس ستمون شدیم. مبارکه. اینم میبرم. که اصلا پول ها آقای شاچه همه چی داره میخره. خودشو کسب بفرمایید. مبارکتونه بفرمایید. مرسی. بریم مرحله بعد. چی میبینی چی دمانه؟ کجا میری چی دمانه؟ با کی میری با بچه ها؟ بیا بریم چی دمانه؟
این سراغ چالش مورد علاقه خودم، صندلی داغ، پرسش و پاسخ، فضولی، هر چیزی که اسمشو میذارید. آماده این سخت نپرسید. نه خانم اذیت کنیم کنیم نه اصلا سختش نمیکنم. بدترین و بهترین کامنتی که تاله براتون گذاشتن یا دایرکتی که بهتون بدم؟ بدترین نمیشه گفت، ولی کامنت بامزه دایرکت بامزه داشتم. نیمت در جواب هر استوری من مینوشت خدا لعنتت کنه. آره بعد باز بعدی خدا لعنتت کنه، باز بعدی خدا لعنتت کنه. یه روز گفتم بذار بگم چرا، خوب نوشتم چرا خدا لعنتم کنه، گفت ای خانم امینی جواب دادین خدا لعنتم کنه که اینو نوشتم براتون. بهترینش چی بود خانم؟ بهترینش یه خانومی بود تو دوران کرونا، از خودش ویدیو فرستاده بود که روی تخت بیمارستان ویدیوهای منو میدید و آره خیلی خوشحال بود، حالش خوب شده بود. من همزم باش در ارتباط عزیزم، مطمئنم که خیلی حالتون لحظه خوب شده. آره آدم خیلی. واقعا انرژی میگیره. پس یعنی شما همه دایرکتاتون رو میخونین؟ نه زیاد، ولی خب بعضی وقتا خب شما نمیخونید آقای شاروخ. نه بر من سوال پیش اومد، اینجوری سوال شما نمیخونید دایرکت یه روایت همه دایرکت. آره یه اینطوری کرده شما آره خیلی کم پیش میاد، والله همه میخونن. من دو سه بار خوندم نتیجهش خوب نبود دیگه نمیخونم. اجازه بدید نپرسیدم چیزی خوبی نبود. آقای شاروخ شاید اگر در یک جزیره محبوس باشید و فقط سه نفر بتونید همراه داشته باشید، کیان مارواردی حاشیه داره میکنه، ولی قطعاً سه تا آقا رو بفرمایید. بله منم دقیقاً داشتم به این موضوع فکر میکردم. ترکیب امیرحسین رستمی، بیژن بنفشه‌خواه و پوریا پورسرخ. یعنی خوش میگذره ها. من اصلا دوست دارم تو تمام کار این سه تا دوست در کنارم باشن، واقعا میخنده. بله. امیدوارم که خیلی تو اون جزیره بهتون خوش بگذره. جای شما خیر. ماداگاسکاریه برای خودش. خب خانم بریم، برای این که میدونم این سوال خیلی جوابش شاید بامزه باشه برای همه، از چه چیزت همیشه ناراضی؟ وزنت، رژیم لاغری، وضع زندگی، وضع اقتصادی، از چی؟ دقیقاً درست گفتم؟ همیشه تو رژیمم. چرا همه آدم‌ها همیشه رژیم دارن؟ چون... یا رژیم چاقی داریم یا رژیم لاغری داریم، همه. یعنی من داشتم فکر می‌کردم کریس رونالدو هم همیشه درگیر وزنه. چرا آخه؟ مثلا من همیشه خود وقت تو تایم ورزش می‌کنم اجازه دارم اون چیزی که دوست دارم رو بخورم، وگرنه اجازه ندارم. عجیب ترین شایعه که راجع به خودت چندی؟ آره خب آره چیز قشنگی نیست، ولی شایعه مرگ خودم رو شنیدم. عجب پیچید متاسفانه که ما زنگ زدیم تاکسی رو، ولی مثلا من خواهرم اون بره ایران آره نیست. واقعا خانواده آدم خان... دوچار استرس میشن. خانواده چون خیلی بله پیچید. آره چه قلیم کلن این تیترهای زرد همیشه هست. بله اگه از خواب بیدارشی قدرت ما برای داشته باشه هر کاری بخوای بتونی بکنی چیکار میکنی؟ خودم رو غیب میکنم. خانم کجا میری؟ اجازه بدین این قسمتش رو من رو بارده هاشیه نکنم، کار فرهنگی داریم انجام میدیم. حدس بزنید کجا میخوام برم؟ نه ولی واقعا آره دیگه، بری و بچرخی باز خودتو، خیلی خوش میگذره. بعدی میتونم حدس بزنم. نیکست. اگر بگن آخرین ویدیویی که داری آپلود میکنی رو داری میسازی، راجب چی خواهد؟ قطعا یه کار اجتماعیه از حرف دل مردم. حالا زیاد ساختم ولی خب آخری رو دیگه میترم. بله. حس مسئولیت داری راجع به کسایی که فالوت کردن؟ من همیشه ویدیوهامو اگه نگاه کنید یا حرف دل مردم بوده یا از طبقات پایین که مثل خودم از اونا گفتم. خیلی همیشه خیلی دلی گفتین، خیلی هم به دل مردم میشینه در حال حاضر. خیلی راجع به ایشون بگم، یک گاردی هست شاید من خودم هم دارم، احساس میکنم که شاید فضای مناسب اینستاگرام نداشته باشه. من این گاردو دارم ولی بازم یه سری دوستان سینمایی دارم خیلی گارد دارن اصولا روی اینستاگرام. بله. روی دوستانی که حالا بلاگر اسمش حالا چی میشه گذاشت، ولی نظرم چرا نه، انقدر اینا زیبان انقدر زحمت کشیدن تونستن. اگر درست باشه همه میپرسیدن. همون بحث غیر از درست بودنشون بازم اونو گاردن. بله. تونستن، توانمند بودن. شما میتونستین حرکت میکردی. یعنی من همیشه حالم خوبه با این دوستان. واقعا تعهد. ولی اینجا خیلی وقت اینجوری نیست. بله. خب. بریم سراغ آقای شاروخ شاهی. چند تا همکار و شخص معروف رو بفرمایید که مثلا اگر شغل دیگه داشتن شاید بهتر میبود. حتی خودت. حتی خود شما. حتی خود من. شما میدونی چی بودی بهتر بودی؟ دکتر روانکاو یا روانپزشک با یه عینک خاص
چون آمارا رو خوب در میاره اصولا. جدی میگم یه نقشی هم حالا جلوه بازی میگم من با خانم معتز فکر میکنم 8 9 تا کار کردم. اون نقشش یه نقشه کاملا روان پزشکی بودن که کاملا فضول بودن به نقشه بهشون نشسته بود. نه خیلی خاطر آقای شاهنشاهی مونده اون کار. دقتی که ایشون میکرد سر بازی و بیشتر توجه میکردن تو بازی. خواهشی که دارم دو تا آدم دیگه رو خودتون بگید. من نمیپرسم. خودتون بگید. چشم. من میخوام آقای سید جواد هاشمی رو بگم. خب رئیس مافیا. نه رئیس مافیا چیست؟ مافیا بازی. جزء بازیکنای خوب شب‌های مافیا. به نظرم دو طرفه زدین. آقای شاخشهری. آره من نپذیرم. آره دیگه منم نمی‌پذیرم. و خیلی بازیکن خوبه. اجازه دارین نپذیریم. خواهش می‌کنم. ولی من چون باشم هم بازی بودم. خیلی خیلی بازیکن خوبه تو شب‌های مافیا. تو پدرخوانده تو بازی زد. یه سوال دیگه دارم. چون از شما دوستانی من سوال کردم. از شما این سوال می‌کنم و تموم می‌کنیم این بخش جذاب دوست داشتنی رو برای خودم. اسمه؟ بپرسم. بعد نشونمون بدیم. بفهم باش جش. بدترین اسمی که برای مخاطبین گوشیت گذاشت. آخه من دیگه انقدر من یه سری اسما رو سیو کردم. حالا به اسم کنه. حالا این کنه واقعا یعنی که زنگ زده شده. مثلا انقدر زنگ زده شده من مجبور بودم یک اسم سیو کنم و بلاک کنم واقعا. خب من یه سوالی برام پیش میاد. من خودم میذارم مزاحم. خب ولی مثلا میذارم مزاحم 1 2 3 845 شما کنه رو چجوری میذارید؟ مثلا کنه ام زد. گذاشتم دیگه اجازه بدید بکشم بیرون. بعد نشون بدم. آره یکی از تفریح خودم هم هست. بعد زنگ زنگ چی کنم وقتی بلاک نمی کنی؟ نه بلاک میکنم دیگه چاره ندارم. میگم به اصلا برای شما اولش گفت بلاک نمی کنم. ایش خواست بگم نه نه اینا دیگه این دوستا خواهد دیگه با به خود زندگی مونی. حالا نه به دور نشون بدیم چی کنم. بله باید نشون بدم. زوم بکنید خواهش میکنم. میشه. بعد اما سند داشته باشه. کنه 104، کنه 107، 110، بی خیال این همه من خطا نگه داشتم با تمام این همه وجودم بود دیویست وای کنه 400 500 آقا واقعا من بذاری باقی من خسته نباشی نه واقعا یعنی میگم یه تایم خیلی یعنی 500 خورده ای نفر کنه لطف داشتن دیگه خیلی خیلی کنه بود لطف داشتن خیلی خطم نگه داشتن عوض نکردم با تمام وجودم محکم نگه داشتم من هم همین کار کردم شما آره فکر میکنم من مزاحم مزاحم یک تا 845 مزاحم ADP شما چند دارین شما مزاحم نیستین جالب شد شما 800 تا با 400 ولی بلاکی زیاد دارم 1000 خورده بلاکی دارم چقدر بلاک شدی تا حالا هنوز نفهمیدم اگه کسی بلاک کرده من خیلی خوشحال میشم به من اطلاع بده چون هنوز متوجه نشدم چون من آدمی نیستم که زیاد زنگ بزنم خوشبختانه یا متاسفانه با تکنولوژی خیلی در تضادم خیلی یعنی مشکل دارم اصلا برای همین زیاد اینستاگرام نمیرم زنگ نمیزنم مثلا دیداری ام واقعیت رو ترجیح میدم حقیقت رو خیلی لذت بردیم بریم مرحله بعد همچنین یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های جداره میره امروز رو زندگی کن خب رسیدیم به بخش جذاب چالش ترانه آماده هستی خانم؟ بله یک جعبه رو انتخاب میفرمایید یک شماره ای رو نام یک آهنگی میاد خواننده رو شما اعلام می‌فرمایید اگر بشناسید 100 امتیاز می‌گیرید و بقیه‌اش باید آقای شاهرخ‌شاهی انجام بدن 100 امتیاز برای متن ترانه و 300 امتیاز برای اکت خوانندگیتون امیدوارم که بگیرید بریم خانم انتخاب بکنید بریم جعبه های شماره 1، 2 و یا 3 رو میتونید انتخاب بفرمایید شماره 1 خیلی هم سریع انتخاب کردید شماره 1 رو انتخاب کردن بله بله دوست دارم زندگی رو که دیگه مشخصه خیلی واضحه سیروان خسروی بله تمام چالش موسیقی توی این چالش 500 امتیازی یکی از مهمونای برنامه باید نام خوانندگی آهنگی که به انتخاب خودشون از جعبه های این بخش بیرون میاد رو حدس بزنن و مهمون دیگه اون ترانه رو با همراهی بند موسیقی برنامه به صورت زنده اجرا کنه آقا 100 امتیاز اول رو که گرفتید 100 امتیاز دوم مربوط به حفظ بودن متن ترانه است که مخصوص شماست و 300 تای بعدی
اکت خوانندگی جمعاً 500 امتیاز داریم. ببینیم که آقای شاهرخ‌شاهی از این بعد چه می‌کنه. امتیاز بگیری. این آهنگ به نظرم امیدوار کننده ترین آهنگ موزیکه که من تو زندگیم شنیدم. واقعاً؟ اصلا تکسش همیشهش فوق‌العاده است. بله. من که اصولاً خیلی سخت حفظ می‌کنم. اصلا خیلی دوست دارم این آهنگ ولی واقعاً یعنی الان اینو گفتید که متن ترانه رو می‌خواید. حتماً بذاریم برام. 100 امتیاز کم میشه آقا. ایراد نداره. و اینکه خیلی نگه دارید برای مرحله نهایی آقای شاهرخ شاهی آقای شاهرخ شاهی موضوع که حفظ سیستم ولی خب خیلی دوستش دارم خیلی هم میخونم بخونم ولی حفظ سیستم بتونیم بخونی خوب اگه باشه من حاضرم این امتیاز کم شه پس متن ترانه رو برای بچه ها بذارید لطفا و بریم ببینیم چه میکنید بفرمایید یکی از سخت‌ترین آهنگای سیروانه بله میدونیم اینم دارید میرید که اگر خرابکاری بود بعدن ببخش یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره امروز رو زندگی کن فردا دیگه دیره نم نم بارون میزنه به کوچه و خیابون یکی میخنده یکی غمگینه زندگی اینه همه یه قشنگیش همینه خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به انگیزه میده رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره چه شروع جدیده زندگی رو خوب یا بد اگه آسون یا سخت ناامید نمیشم چون دوست دارم زندگی رو بله بسیار هم ممنون و متشکر از نیمای عزیز حالا امیدوارم که هیچ وقت خواننده نشینیم عرض کنم به حضورتون که با توجه به امتیازاتی که داده شده حالا خب دوستان اشاره کردن که حفظ نبوده نیما بله. و از رو خونده خب ولی خانم امینی اشاره به خواننده کرده تشخیص داده به نظر من خیلی خوب روی ریتم خوند و همونطوری که شما هم فرمودید از 500 امتیاز 400 امتیاز به دوستان عزیز هنرمندمون تعلق میگیره مبارکشون باشه برن برای خرید بعدی شما جزو گروه هایی هستین که امتیاز خیلی خوبی دارید با ذخیره میتونید هر چی دلتون خواست بخرید دیگه آقا چقدر ما بهشون آپشن بدیم بهتون متشکرم از شما من در این حوزه تقریبا هیچ سررشته ندارم میسپارم به خانم امینی واقعا آره ولی اول من انتخاب کردم نه سلیقه رنگی رو بهت میگم خب آقای شاهرخ شاهی زحمتتون نمیشه یه ورق بزنید فرش یه نگاه میکردید خوانندگی خود ای بابا فشارمون افتاده بله من به نظرم این سومی خیلی بخش متفنده چند نیست بازی به نظرم زود داری خسته میشی نه خواهش میکنم این به نظرم خیلی رنگ قشنگی
بچه نه این به انتخابای دیگه‌تون هم توجه بحبه. کنید رنگی این واقعا رنگی این خیلی خوشگله این موافقم من انتخابم همین بله اصلا بله رنگو نگاه مبارکتون باشه آفرین بفرمایید عالی نه بخواید خیلی خوشگله بفرمایید قرفه بعد خب آقا نیما اینو دیگه شما انتخاب می‌خواید نم شما انتخاب کنید نه دیگه این شما خب ببین ما خیلی نه فرصت داریم نه من با توجه اینکه ما جزیره نداریم من اینو پیشنهاد میدم بهتون با توجه به رنگ پارکتمون و کاغذ دیواریمون این سبز میگم یا خیلی خوب میشه یا فاجعه نه خوب میشه نه موافقم اینم به نظرم من خیلی مبلمان خیلی خوشگل و راحت آخ سرویس خواب کمرمون چوب شد اینم عالی اینم سرویس خواب این به نظرم بهتره چون چی پارکتمون بله قهوه‌ای پرده قهوه‌ای موافقم این سرویس خواب این آقای شارخشای خوب شما خواننده نشدی هر چی یه دونه خوندی آخ واخ آخ دیگه دیاد خب بریم بریم یه چیز دیگه میگم ما پول داریم خانم معتدی پول ها پول هست آره اونم اینم اضافه کنید اونم اضافه کنید تمام دیگه میمونه فقط بفرمایید قرفه شیرالات آها نه چیز داریم میز داریم میز زیر تلویزیون داریم میز تلویزیونتون رو برداریم موافق شما موافقم آره اینم اگه لطف کنید خواهش میکنم مبارکتونه بعدی قرفه بعدی شیرالات خب قسمت هیجان انگیزه به تناسب رنگتون دقت بفرمایید شیرالات متناسب رو انتخاب کنید ببین به نظرم اینا مینیمالتر خوشگلتره بلنده یه مقدار کار کردن باش سخت تقلب میرسون نه؟ نظر تو؟ شما ببین کابینت اون یه تیک مشکی داره من میگم این خیلی موافقه کلا موافقه آره خود نه خوشگله آقا این خانم اوتادی خانم اوتادی جانم مایه هست هنوز؟ بله بله آقا بهترینش دلار 4000 تومانه برای شما چهارده پنجانو مبلیران آقا دمتون گرم من دیدم 206 سکار میگم بله بله به 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 خوشی دستتون به به گل بود به سبزه نیز آراسته شد این سکو ماشینا رو که میبینید دوستان قیمتش هم بالاست فکر میکنه واسه کیه واسه شماست واسه شما که تو کمپین تخفیف مبلیران در طول برنامه چیدمان شرکت کردید حالا اینا رو که بذارید کنار یعنی باربندیل چیدمان رو که جمع بکنن میرین تو قرعه کشی مبلیران و انشالله برنده میشین اینو بذارید کنار خود برنامه چیدمانه یه مسابقه داره که شما اگه تو اون مسابقه شرکت بکنید و انشالله برنده بشید به 3 نفر دقت بکنید هر برنامه به 3 نفر کد تخفیفی 20 میلیون تومانی میدن برید خرید بکنید دوباره هم مبلیران حال شو ببرید یعنی اصلا دیگه نمیفهم چی بگم من خودم الو گوشی دستتونه آقا اون سرویس خواب و مبلا رو بفرستین دیگه آره همونه خب رسیدیم به بخش آخر مسابقمون بریم با هم ببینیم بچه ها چه کردن به نظر من که همه چالش ها رو خیلی خوب انجام دادید سرگرم شدید، ترسیدید، خندیدید و هیچ جای دیگه همچین مسابقه ای رو نمیتونستید نه لمس بکنید از نزدیک درسته؟ آره. همه چی داشت دیگه تقریبا همه چی و حقیقتا هم خوب انجام دادید امتیازات خوبی گرفتید همه امتیازات رو ایشون خرج کردن تا تونستن خرید کردن بله. آماده هستید بریم ببینیم چه کردید چیدمان بی‌صبرانه آره بله بسیار هیجان داره خوب شده یا نه خودتون فکر میکنم آره عالی شده اون چیزایی که ما انتخاب کردیم خیلی خوشگل بوده ترکیب خوب شده آره. ممکنه یکی دو قلم این وسطش یه خورده یادمون رفته باشه, باشه و آره. ترکیب چون دیگه واقعا خیلی سریع و ذهنی رفتیم جلو ولی عمومیتش به نظرم خوب آره. شد اگر آماده هستید با چرخش استیج و ایستایی استیج میتونید برید نتیجه کارتون رو ببینید بله کامل بفرمایید اوه عجب تکنولوژی الان شرشم بیافتم نه چه خفره شهر بازی کم داشت که اضافه شد اینم اضافه شد
بفرمایید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. واو. به به. حاصل زحماتتونه. البته خانم امینی که زیاد زحمتی نکشیدن، زحمت های اصلی رو آقای شاهرخشاهی یه دونه آهنگ خود ما رو بیچاره کرد. همون آهنگ کار رو در آورد خانم معتادی. خیلی خوب شد. آهنگ خوندن مگه سخته؟ من متوجه نمیشم. اون فشاری که رو من بود خانم معتادی. فشار سنگین. آهنگی که شما انتخاب کردید. اتاق خواب بچه ها نمیخواییم ببینیم. ای راست. ای بله بله. خواهش بفهم. بخشی به 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 اینجا خوشگل تره. آره آره این قشنگه. این خوب شده. این اصلا گفتم اینو بردار. آره نه خوب عالیه روستره رو. اگر صحبتی دارید با بیننده ها برای جلب نظرشون، کسب امتیاز و هر چیزی بفرمایید. بله خب دیگه ما تمام تلاشمون رو کردیم، صد خودمون رو گذاشتیم. من حتی یه جایی گریه کردم، آبغن لازم شدیم. آبغن لازم شدن. آره و خیلی به همون خوش گذشت، به همون امتیاز بدن اگه دوست داشتم و خوششون اومد. بله به ما هم خیلی خوش گذشت در کنار مرسی. شما ممنون. مسابقه خاصی بود دیگه. مرسی. یه چرخ و فلک و یه چیز از این کم داشت که اینم چرخید. این آخرش هم چرخید در اومد. ولی حالا میگه حالا اگه لطف کنید اگه امتیاز به ما بدید که خیلی متشکر میشیم، ولی فکر میکنم جز برنامه‌ای بود که به همه خوش گذشت. آره واقعا. فقط یکی دو جا بود مثلا من اونجا که داشتم میترسیدم دقیقاً یک صداهایی از خودم در اومد، مثلا با جیغ دخترانه من مردونه نبود. آره تا شما یک کلیپ ببینید من میرم اتاق داوری، جمع‌بندی امتیازات رو انجام میدیم و کنارتون هستیم. شما از همین الان تا 48 ساعت قبل از پخش قسمت جدید چیدمانه میتونید طبق سلیقه خودتون به شرکت کننده این قسمت امتیاز بدید، فقط هم به صورت عددی از 100 تا 1000. بعد چی میشه؟ بعدش وارد قرعه کشی 3 بن تخفیف 20 میلیونی خرید مبلمان از مبلیران میشید. پیشنهاد هیجان انگیزترش اینجاست که با حدس زدن مهمونای قسمت بعدی برنامه وارد قرعه کشی 2 واحد آپارتمان میشی. جذاب شد نه؟ البته باید یادآوری کنم که فقط تا 48 ساعت قبل از پخش قسمت جدید برنامه فرصت داری. و مهمتر از اون این که هر چقدر تو قسمت‌های مختلف شرکت کنین و حدس درست بزنین، پایان فصل اول شانس بیشتری برای برنده شدن دارین. هیچ محدودیتی هم برای تعداد ارسال پیامک حدستون از مهمونای قسمت بعدی ندارین. پس همین الان به سامانه پیامکی 90989 پیام بدین و وارد قرعه کشی های جذاب چیدمانه بشین. شاید برنده شما باشین. خیلی متشکرم نیما جان، خیلی ممنونم خانم امینی و خانم معتادی عزیز. خب رسیدیم به بحث تخصصی داوران چیدمانه که البته تا اینجا خارج از تخصصشون، آقا بهتون بر نخوره خانم ببخشید، خارج از تخصصشون امتیاز دادن به خاطر اینکه بتونن خرید بکنن. اصل ماجرا همه چیز اینجاست، اینجا دیگه با تخصصشون نظر میدن. من میخوام از خانم شریفی اول تقاضا بکنم نظرشون راجع به چیدمان آخر این رقابت بفرمایم. خواهش میکنم. ممنون و متشکر. خب دو تا نکته به نظر من، یک مثبت و یک منفی داشتین چیدمان که میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم.
یه نکته مثبتش این بود که به درستی اومده بودن و یک دیوار رو در سالن انتخاب کرده بودن با یک کاغذ دیواری طرح‌دار. حالا خب طرح کاغذ دیواری سلیقه‌ای، اما به عنوان اکسنت وال انتخاب کرده بودن که از بقیه دیوارهای سالن یه جوری جدا باشه و به سالن در واقع یک حس و حال متفاوتی بده و از اون یک نواختی در بیاد. این نکته بسیار مهمیه که دوستان هم مد نظر داشته باشن که یک دیوار رو در سالن هاشو میتونن انتخاب بکنن و با یک متریال متفاوت و یا یک طرح متفاوت اون دیوار رو شاخص بکنن. ولی نکته منفی که به نظر من توی این چیدمان وجود داشت، فاصله زیاده کاناپه نسبت به تلویزیون، یعنی کاناپه رو در منتها علیه سالن گذاشته بودن و به نظر من این یک مقداری ضعف هستش در واقع توی چیدمان. این دوتا نکته بود که من احساس میکنم که باید گوش زد میکردم. خیلی متشکرم. امتیازتون؟ من به دوستان با توجه به اینی که میدونم که توی این استیج چه محدودیت هایی هست، حتی توی انتخاب هاشون، من امتیاز 400 رو آقای هاشمی در نظر گرفتم براشون. بله خانم شریفی. خب بفرمایید آقای ایمان خان خدا بخش. مرسی. البته با توجه به محدودیتی که دارن، خب ذوق و سلیقه خیلی خوبی رو از خودشون به خرج دادن، ولی نکته ضعفی که من دیدم تو بحث اتاق خواب، تمام دیوارهای اتاق خواب یه کاغذ دیواری استفاده شده بود و اتاق خواب خیلی شلوغ کرده. منظورتون اینه که مثلا صفحات رو میتونن تغییر بدن؟ آره دقیقاً، میتونن یه دیوار رو فقط از کاغذ دیواری طرح‌دار استفاده کنن، بقیه دیوارا میتونه کاغذ دیواری خیلی ساده باشه. یه نکته، از رنگی که تو مبلمان فکر کنم اون دو تا صندلیای میز ناهارخوری بود با پرده به نظرم ست میشد. ایمان چند میفروشی خونش؟ نه منظور مهندس خدا بخش، خونه نیما خوب میفروشم. خب بفرمایید امتیازشونو. همون 400. صمد جان ببینیم چیکار میکنی، بفرمایید. ببینید همونطور که خانم مهندس اشاره کردن، دیواری که ما معمولا روش تلویزیونو داریم بایستی کاغذش خیلی ساده تر باشه تا این همه نقش داشته باشه، چون تمرکز از رو تلویزیون ور میداره. مسئله دوم این که خب فاصله وقتی که زیاده، خب انتخاب داشتن و اصلا تو شورومی که الان ازش دارن انتخاب میکنن، میتونستن تلویزیون سایز بزرگتر انتخاب بکنن به جای اینکه مبل رو نزدیک بکنن سایز تلویزیون رو بزرگتر. یعنی امکان داره مبل دور باشه ولی نسبت به اون با سایز تلویزیون این یک اصل در چیدمان، این یک اصل. پس موافقید باشید 100%. این یک اصل در چیدمان که فاصله کاناپه از تلویزیون بر حسب اندازه تلویزیون قابل تغییر هستش. خب من چون به هر حال برای بینندگان عزیز مهمه که اینجور چیزا فرهنگ سازی بشه و واقعا مطالبی در این خصوص براشون جا بیفته در چیدمان خونه و اینا، من بیش از 300 نمیتونم بدم متاسفانه. حتی ولی با این که دستاشون بسته است، ولی بازم از تو دل اون میتونن انتخابات بهتری بکنن. ولی آیا هاشم 300 برای مهندس سلیمان زاده خیلی؟ بله پیشرفت قابل ملاحظه ای داشتن نسبت به قسمت های قبلی بابت عادت کاری که انجام دادن. میانگین امتیازات 400 300 367 امتیاز، 367 امتیاز به نیما شارخشایی و سرنا امینی. مبارکشون باشه. و حالا دیگه اگه یادتون باشه توی برنامه های گذشته و خواهید دید در برنامه های آینده، کدام یکی از هنرمندان تونستن امتیازات بهتری مخصوصا تو این بخش کسب بکنن. درود بر شما. سلام علیکم نیمای عزیز، خانم امینی عزیز، خیلی خیلی خوش اومدید. خیلی مخلصیم، قربان شما، افتخار دادیم خانم امینی. افتخار از سپاسگزارم ازتون. چطور بود دعوتتون؟ خاطرتون بشه کجا چی بهترین آیتمی که تا الان رفتین، حالا چه از خوانندگی چه اتاق فرار؟ همین اتاق فرار به نظرم فعلا اتاق فرار، یعنی مثبت اتاق فرار بود. میدونی من موقعی که اصلا این مسابقه من دعوت شدم اصلا فکر نمی‌کردم به این خفنی باشه. اصلا هم تعارف ندارم، اصلا هم اگزاجر صحبت نمی‌کنم، یعنی خوانندگیش خیلی عجیب بود و این اتاق فرار اصلا خیلی خوب بود و کلا
برنامه عجیبی بود. یعنی من تو این سوالا مثلا برنامه رفتیم و پیش دوستان رفتیم، این از همشون با فاصله بهتر بود. من اصلا این مثلا VR مثلا چه که چرخونکی هست مثلا نمیتونم، یعنی مثلا حالم بد میشه، یعنی من آیتم اصلا نمیتونم. این حجم از محبوبیت توی 3 سال به وجود من، خدا رو شکر، خدا خواست دیگه، خدا خواست. آره یک کلیپی رو من دابسمش کردم، بعد دیدم که فرداش همه جا این پر شده، ای من چقدر من. بعد دیگه شروع کردم، گفتم خب شاید اوکی، شاید واقعا میتونم. ادامه دادم، دیدم خدا رو شکر واقعا جواب داد. بله خب سخت بود این که بخوام ایده هایی پیدا کنم که مردم دوست داشته باشم و به هیچ قشری توهین نشه. یکی در مورد ایشون به همسرشون بگم، فارغ از این داستان، ما هر روز 2 روزه داریم میایم، هر روز سر یعنی 2 روزه داریم میایم سر کار، بسیار انسانن، بسیار یعنی به خدا خودشون همسرشون، یعنی خیلی شریفن. وای بیا بریم اصلا خونه، بیا لفت بدیم از تهران. ببین باور کن، خب وای قرار آنوز داره میزنه. بیا بریم اصلا، من دیگه ادامه نمیدم واقعا. شما چی شد یه خورده کمکار شدین؟ شنیدم خیلی جدیتر بخش کارگردانی رو پیگیری داریم میکنین، میرین جلو، یه خود توضیح بدین. من میخوام حال خودم خوب کنم اصلا، میخوام یک لول اپ کنم، میخوام یک تغییر تو خودم بدم، چون من نیستم که بشینم یه جا. رفتم و حالا آیه فرهادی لطف داشتن کلاس مستر کلاس کارگردانیشون، در حقیقت اونو بین 1000 نفر فکر میکنم 100 نفر پذیرفتن، ما هم جزوش بودیم، خدا رو شکر بیشتر 1000 نفر فکر میکنم. و دیگه از اونجا شروع شد، 2 تا کوتاه ساختم، جایزه بین المللی داریم خدا رو شکر، خیلی عالی، جایزه بین المللی خیلی معتبر داریم، عرضم به حضورتون و چند حضور، و حالا خدا رو شکر دیگه اومدم این سمت، یه 5 گانه دارم، اومدم سعی کردم سینما قصه گویای فرهادی رو تلفیق کنم با یک حال و هوای عجیب غریب، یعنی در حقیقت درام تعلیق روانشناسان، اینا ترکیب این دو تا فکر میکنم یک چیز نوعی رو سعی کنیم بیاریم، همه اینا هم تمام سعی و تلاشمون رو دیگه حالا شروع کنیم. یه وقفه افتاد، ولی وقفه افتاد که فکر میکنم منو پخته تر کرد، امروز همش دارم مطالعه میکنم، فیلم میبینم، خدا بخواد حالم خوبه الان، خدا رو شکر. همین که حال دل خوبه به نظرم خیلی مهمتره. شما چی اهدافتون؟ منم دقیقاً همین تجربه‌ای که شما داشتید، منم نتونستم صبر کنم که حالا بشینم بگم خب یه نفر به من زنگ بزنه یا یک اتفاق بیفت. پیشنهاد بوده اما خودم چیزایی که در نظر داشتم نداشت، برای همین قبول نکردم. بعد فعلا هم که دانشجو رشته کارگردانی ام، 2 تا کار کوتاه ساختم، به تازگی تمام شده کارش. سلیقه نزدیکی داشتین توی انتخاب رنگ، توی چیدمان با هم دیگه چجوری بود؟ کی بیشتر نظر داد؟ بیشتر من. بله خب خیلی همراهی خیلی ممنون که وقتتون رو گذاشتیم، اضافه گویی هم کردم من یه جایی، یه گپ دوستانه‌ای داشتیم، امیدوارم که خاطره خوبی براتون ساخته بشه از بخش چیدمانه. مرسی، برنامه خفنی. من مثل برنامه مثلا میریم، حالا بیاد نهید، ولی این از اون برنامه من واقعا منتظرشم، جدی میگم، جدی دلیل هم خواهم کرد، یعنی توصیه میکنم هر کسی با کله بیاد این برنامه رو، واقعا جدی دارم، خیلی برنامه خفنیه. امتیاز کامله رو که میگیرین دیگه، چون رقیب های سختی داریم، این دوستانی که اومدن رفتن رقیب نمیبینم خانم امینی. آره بابا از این جایز اصلیه رو خدا رو چه دیدی. آره مرسی، قربونت شما، تشکر از شما، قربونت شما، بفهم خدا زندگیات. خسرو شکیبایی یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کسی یه مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا شیشه یا سنگ باشه، میتونه به رنگ قرمز یا، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم یه خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله سبز و همیشه سبز.
خب عزیزان، امروز آقای نیما شاهرخ‌شاهی و خانم سرنا امینی مهمانای عزیز برنامه ما بودن. چالش‌ها رو خیلی خوب انجام دادن، امتیاز خوبی گرفتن، چیدمان زیبایی رو انجام دادن، به حق خرید زیبایی هم انجام دادن. حتما به این عزیزان امتیاز دهی کنید، برای برنده شدن احتیاج دارن به امتیازات شما. و در چالشی که مخصوص شما بینندگان عزیز شرکت بفرمایید، حدس بزنید مهمان‌های برنامه بعدی ما کدوم عزیزان هستند، به سامانه 90989 ارسال کنید و برنده 2 واحد آپارتمان باشید. روز و روزگارتون خوش، زندگیتون پر از چیدمان زیبایی‌ها.